اگرچه ابتدا در زادگاهش بابلسر در رشته های والیبال و قایقرانی قهرمان مشهور شد، ولی او را طلایی ترین مرد و نابغه کشتی ایران نامیدند. برای 5 مدال طلای مسابقات جهانی کشتی و 1 مدال طلای المپیک که او بعد از روی آوردن به آن ورزش به خانه آورد. او بعدها ایران را ترک کرد و به امریکا رفت. تغییر شغل داد و حتی پیشنهاد مربیگری برای تیم ملی کشتی امریکا را رد کرد. چرا قهرمان نامداری مثل او در اوج شکوفایی و محبوبیت با ورزش مورد علاقه‌اش برای همیشه خداحافظی کرد؟ آقای عبدالله موحد، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. سپاسگزارم از لطفتون. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم اینجا و سپاس دارم از برنامه بی بی سی بخش فارسی که این فرصت رو به ما دادید که بتونیم اندکی راجع به ورزش قدیم صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه. شما به شما میگن طلایی ترین مرد ایران برای 5 مدال طلای جهانی که گرفتید در کشتی و همینطور مدال المپیک. با این حال شما میگید که اگر در هر شغل و حرفه دیگر حتی خمیرگیری نانوایی رفته بودم، بدانید وزن بهتر از اون بود که در دوران سخت ورزشی و قهرمانی بودم. چرا آقای موحد؟ هر شود، البته ورزش ما همیشه از قدیم دیم بوده، هیچ کسی برای ورزش ما، حالا من نیستم ایران، مدت هاست خبر ندارم، شاید الان تغییر کرده باشه، ولی در دورانی که ما مسابقه میدادیم، مدرسه میرفتیم، ورزش ما دیم بوده، مثل کشتکاری دیم، یعنی بی برنامه بوده. بله، بی برنامه بوده. اگر اهمیت لازم قائل نبود، اگر یکی پیدا میشد، یه مربی خوبی داشت، خودش هم پشتکار داشت، به جایی میرسید. به همین دلیل میبینید ما یهو چند سالی قهرمان داریم، بعد میره دیگه، کسی دومون باز مدال نمیگیره. علتش اینه. من فکر میکنم اگر ما برنامه ریزی داشته باشیم این تفاوت خواهد. ولی در مورد شخص خود شما، چون برای اینکه این صحبتی که شما میکنید و این حرفی که میزنید به نظر میسه خیلی دلگیر و ناراحت هستین که این حرفو میزنید، چه در مورد تجربه شخصی شما چی بوده در این زمینه؟ خب البته من توقع نداشتم. من میدونین علاوه بر اینکه اون 6 تا مدال شما فرمودید، من 2 تا بازی های آسیایی اول شدم، 4 تا کاپ بین‌المللی تهران اول شدم، 1 کاپ تفلیس اول شدم که فقط 1 نفر دیگه از ایرانی اونجا تونستن اول بشن در کاپ تفلیس. برای اینکه اونجا روسیه 6 تیم میذاشت، توی وزن ما 6 تا قهرمان دنیا بود که یکی از اونها سینوسکی بود، حتما اسمش شنیدین. اینه که من اونجا هم اول شدم، منتها خب من اونها هیچ کمتر از مسابقات جهانی و المپیک نمیدونم به این دلیل. حالا چرا مثلا من پیگیری نکردم؟ برای اینکه در سالهای آخر کشتیمون حوادث قابل پیش بینی نیست. اتفاق افتاده، من در بازی‌های آسیایی، بازی‌های المپیک 1972 دستم آسیب دید. دستم آسیب دید و پزشک گواهی نوشت برای من که هم پزشک تیم ما، هم به اصطلاح کاروان ایران، هم پزشک بین‌المللی کمیته المپیک که شما حق نداری، یعنی نمیتونی ادامه بدی. البته اگه اونا هم میگفتن نمیتونی، من میتونستم ادامه میدادم، ولی واقعا دستم از کار افتاده بود، دست راستم. به این دلیل من گذاشتم کنار و برگشتم. توقع نداشتم به من پاداش بدن یا قدردانی کنن از من، ولی توقع نداشتم اینا نسبت به من بدی کنن. منو محروم کردن، منو ممنوع الخروج کردن، بعد منو محروم کردن برای از شرکت در کلیه ورزش‌ها. حالا من فقط کشتی قهرمان بودم اون وقت، چرا از کلیه ورزش‌ها منو محروم کردن نمی‌دونم. فکر می‌کنین علتش چی بوده؟ شما ظاهراً با ساواک مشکل داشتید. بله. یعنی آره، علتش این بوده که شما در خانواده‌تون، شاید برادر بزرگترتون بوده، گرایش‌های سیاسی در زمان گذشته در بعد از کودتای 28 مرداد داشته، یا اینکه شخص خودتون بودین که شنیدین که گفتن مخالفت می‌کردین. شنیدین که گفتن حق‌گوی را زبان ملامت بود دراز، اما الان حقوقی رو زمانش میبرن. اون وقت من عادت نداشتم، هنوزم عادت ندارم، اگه ببینم یه چیزی واقعیت نداره فرق نمیکنه برای من کی هست.
ما همه آدمیم روی این زمین، حالا یکی وزیر، یکی وکیل، یکی کارگر زحمتکش است. من ارزشیابی و معیار من روی آدم‌ها هرگز به پست و شغلی که دارن نیست، چون هر حتی در یک ماشین، چون من مدتی کار مکانیکی کردم، یه واشر کوچیک ممکنه کار موتور رو مختل کنه، یه واشر کوچیک، یه وکیوم لاین کوچیک. اینه که هر توی جامعه، تمام اعضای جامعه برای جامعه مفیدن. ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ارجح بدونیم. البته هر کسی بهتر است، مطمئناً از امکانات بیشتری برخوردار خواهد بود. به این دلیل من با توجه به این فکر که تو سرم هست، هیچ وقت البته به کسی بی‌احترامی هیچ وقت نکردم، الانم نمی‌کنم، ولی دلیلی نمی‌بینم دست کسی رو ببوسم، نکردم هیچ وقت. نمیگم هیچ آدمی پیدا نمیشه دروغ نگفته باشه، ولی دانسته من هیچ دروغ نگفتم به کسی، یعنی بدونم این حرف دروغه به شما نمیگم هیچ وقت. این خانواده ما اینطوری، خانواده فرهنگی بودیم. پدر ما معلم بوده که متاسفانه خیلی زود فوت کرد، من 5 سالم بود. برادر بزرگم معلم بوده، برادر دیگه معلم بوده، برادر سومم استاد دانشگاه بوده، برادر چهارمم مهندس مخابرات بوده، خود من هم معلم دانشگاه تربیت معلم بودم و برادر دیگه هم که آریزوناست اون هم معلم بوده. ما خانواده فرهنگی بودیم. اینه که خانواده فرهنگی، یعنی در واقع چی شد، چه اتفاقی افتاد در مورد شما، خیلی خلاصه به من بگین که سبب شد که شما رو محروم بکنن از تمام ورزش‌ها؟ من گواهی پزشک داشتم که من دستم آسیب دیده. به هر خبرنگاری مراجعه کردم، متاسفانه اینا گفتن ما میترسیم از ساواک اینو بذاریم توی روزنامه. اینه که هیچکی نذاشت. منم که نمیتونم برم توی رادیو اعلام کنم آقا این چیزو من دارم، هیچکی نذاشت. اینه که خلاصه لوس کردن مسئله رو، نذاشتن اونطوری که مردم بفهمن برای چی منو محروم میکنن، به چه دلیل. ممکن بود مردم اعتراض کنن اگه اینا رو بدونن. وقتی که شما رو محروم کردن، شما درخواست کردین و با آقای موینیان که اون موقع بله. دفتر شاهنشاهی بود بله. و ملاقات کردین با ایشون بله. چی گفتن به شما؟ گفتن چرا شما رو محروم کردن؟ بله هیچ وقت یادم نمیره. رفتم، البته آقای موینیان خوب منو میشناخت، یه رئیس دفتری داشت به نام آقای کاظم‌زاده، خیلی خوب منو میشناخت. من زنگ زدم یه روز، چون واقعا آسی شده بودم، چون همه تلاش من این بود که بیام پی‌اچ‌دی بگیرم و برگردم بتونم به مملکتمون خدمت کنم. من دوست داشتم خدمت کردن، به خصوص معلمی رو دوست داشتم. رفتم پیش آقای موینیان، وقت دادن به من، صحبت هست یک کمی کردن و چایی آوردن خوردیم. گفت که خب چیه موحد اومدی؟ گفتم آقای موینیان منو چرا محروم کردن؟ حالا اب نداره، من کشتی نمیخواستم بگیرم، چرا منو ممنوع خروج کردن؟ آقا من چه گناهی کردم؟ بعد به من گفت که عین این جمله آقای موینیان هیچ وقت یادم نمیره، گفت ما باید برای تو گزارشات بدی دادم. گفتم آقای موینیان به شما میگن شما چشم گوش شاه هستید، من برای همین پیش شما، کی بهتر از من میتونه حقایق برای شما بگه؟ من دلیلی نداره که چیزی رو کتمان کنم، اگه نیست بگم، اگه پس بگم نیست. دیدم نه چیزی نیست، این هم مثل بقیه است. حقیقت به شما بگم ازش چیزی آید ما نمیشه از داره که کمک کردن به ما. اومدم گفتم خیلی ممنون آقای موینیان، تشکر. از در رفتم بیرون، یادم افتاد در باز کردم، گفتم آقای موینیان این یادم نمیره هیچ وقت. گفتم اهل شمالم، هوای ابری زیاد دیدم، اما آفتاب میاد ابر همیشه نمیمونه، این حکومت دوام نمیاره. دست در بستم اومدم، باور کنید، یعنی اینو قشنگ یادمه. یعنی در واقع اون درو که بستین، درو به روی هر امکان دیگه برای برگشتن به ورزش هم بستین به روی خودتون. بله، برای اینکه لازم نیست آدم چاپلوسی کنه برای اینکه زحمت کشید. آیا شما این همه اینجا زحمت میکشی، آیا احتیاج داره بی جهت کرنش بکنی، دست کسی رو ببوسی؟ من پای یه پیرزن ضعیف میبوسم، هیچ عیب نداره، اما کسی که ادعای قدرت اینا بکنه من حاضر نیستم. شما شاید از نظر روحیه در واقع شما خودتون توضیح دادید در شعری زیر عنوان پهلوان یا قهرمان، یه بخشیش از این میگین که
شعر خود شماست، میگین پهلوانی رسم راه دیگری است، پهلوان از ناجوان مردی بری است. بله. سر نسازد خمبر نامردمان، گرچه در این ره ببازد جسم و جان. گر ندارد قهرمان زینها نشان، قهرمانش خان فقط، نه پهلوان. بله. یعنی این منش و به اصل فلسفه فکری شماست. صد درصد. اصلا مسئله پهلوانی همین چیزاست. بله. البته یه چیزی من بهش اضافه کنم که پهلوان دلیلی نیست که حتما کشتیگیر باشه. هر آدمی حتی ورزشکار هم نباشه میتونه پهلوان. پهلوان کسی است که نظر خیر داشته باشه، هر چقدر قدمش در راه خیر باشه و کارهای نیک انجام بده. اگر نه قهرمان بودن تنها آدم رو پهلوان نمی کنه. حالا شما آقای موحد وقتی که اون تیتر رو در روزنامه‌ها دیدید، اون تیتر درشتی که نوشته بودند موحد از همه اعضای ورزش شرکت در کلیه ورزش ها حک شده محروم شد، وقتی اینو دیدید با توجه به اینکه شما به اصطلاح بیشترین مدال طلا رو برای کشورتون آورده بودین، شما رو نابغه کشتی خوانده بودند، در سطح جهانی شما رو میشناختن و برای هر کشور این افتخار بزرگیه که همچین آدمی مثل شما داشته باشه، وقتی این تیتر رو اونجا دیدین اون لحظه احساستون چی بوده؟ چقدر امید شدین از همه این؟ باور کنید اینو صمیمانه میگم، من در عمرم شاید کوچیک بودم، کودک خوردم، گریه کردم، اما در هیچ سختی من اشک از چشمم نیومد، ولی اونجا دو قطره اشک از چشمم ریخت. الانم یادم میفته متاثر میشم که چرا باید یه مملکت اینطوری باشه. بله. حالا من بینم الانم خیلی متاثر شدیم، ببخشید. حالا بذارید برگردیم به خاطرات خوشتر. شما بهترین لحظه زندگی حرفه‌ایتون کی بود؟ زمانی بود که اولین مدال طلا رو مثلا در مسابقات جهانی گرفتید یا اینکه مدال المپیک رو گرفتید؟ البته هر یکی از اون مدال‌ها برای من یه خاطره خوشی بوده، برای اینکه مسابقات جهانی شروع اون مسابقات و بردن‌ها بوده که 1965 بوده، 66 بوده، 67، بعد سال 68 المپیک بوده که اگر من اونها رو یکی یکی نمی‌گرفتم جا باز نمی‌کردم اونطور در بین قهرمانای دنیا. واقعا قهرمان دنیا حساب می‌کنن روی کشتیگیری که می‌بینن باخت نداره، امتیاز به کسی نمیده، میاد روی تشک راحت برنده میشه میره. این خود به خود یک نوعی به اصطلاح وارنتی میشه برای اون که این قهرمان میشه. من برای من خیلی این مهم بوده که بتونم. شما اشاره کردین به خصلت پهلوانی، در واقع اون شعرتون هم نمودارش بود و در تاریخ پهلوانی ایران هم شخصیت های زیادی تو این زمینه ها هستن. در دوران معاصر هم از غلامرضا تختی به عنوان یکی از این پهلوان ها اسم میبرن. شما خودتون چقدر با آقای تختی نشست و برخاست داشتین، چقدر میشناختین و چطوری اینو ازیابیش میکنید؟ من آقای تختی رو پهلوان یعنی قهرمان بسیار کم نظیری میدونم. از نظر پهلوانی هم میتونیم پهلوان بنامیمش، برای اینکه دارای خصایص خوب انسانی بوده. من از دهنشون، البته من که میگم اینو، تختی اون وقت اگر اشتباه نکنم تنها کشتیگیر بوده بین بقیه شطرنج بازی میکرده و منم شطرنج خوب بلد بودم. هر روز ما اردو سه مسابقات، یعنی سه سال با هم بودیم. 1962 63 ایشون کشتی نگرفت، 64 دوباره اومد گرفت، 65 کشتی نگرفت، دوباره 66 اومد گرفت که متاسفانه هیچ کدومش موفقیت آمیز نبوده براش. هر شاید خدمتتون که باشون من شطرنج زیاد بازی کردم، ضمن اینکه از سنی طوری نبود در کشتی یه مقدار زیادی جوانان نسبت به مسن‌ترا مأخوذ به حیا هستن، سعی میکنن احترام و حرمت اونا رو نگه دارن. ما هم تختی مستثنا بوده نسبت به بقیه فرق میکرد، ما همیشه احترامش داشتیم. به خاطر همین خب می نشستیم با هم شطرنج بازی میکردیم. من به خوبی میشناسمش، واقعا میشناختمش، انسان بسیار خوبی بوده. اگر کسی اونو پهلوان نامید به حق نامید. و شما اصولا وقتی که رفتین تو این رشته ورزشی، شما قبلا والیبال بازی میکردین، قایقرانی، تو این زمین ها هم قهرمان شدید و استعداد نشون دادید، اولا چی شد که رفتین به کشتی؟ یعنی چه کسی شما را علاقمند کرد به کشتی گیری؟ بله، من برادر بزرگتر از من، دو سه سال من بزرگتر، اون کشتی میگرفت. هر شبت که اون میرفت باشگاه فردوسی تمرین میکرد، من
پرسجو کردم، خودمون دلگشا می نشستیم، دیدم که در باشگاه تهران روان تو خیابون ژاله سر ایستگاه بهنام بود. منم دبیرستان مروی می رفتم، از خط پیاده می شدیم، می رفتیم ورزش اونو می کردیم و می رفتیم خونه. یه روزی دیدم یه مربی خیلی خوبی اومده با کشتی داره کار میکنه با بچه ها، واقعا دلسوزانه. من اینو خوب نگاه کردم، زمینی که خودم ورزش میکردم، اومدم خونه به برادرم گفتم مهتی بیا یه مربی خوب کشتی اومده اونجا. گفت تو که کشتی بلد نیستی، خب برای چی می؟ گفتم من مطمئنم این خوبه، برای اینکه به هر حال آدم ورزش میکنه یه چیزایی میفهمه از کارا مربی. خلاصه این آوردیم اونجا، بعد من اینو از باشگاه فردوسی آوردم، اینم من از ورزشای دیگه برد تو کشتی. خلاصه یه مدتی اول یه آسیبی دیدم، هر چی میگفت میگفتم نمیام دیگه. ولی چی شد آسیبتون چی بود؟ بعد یه فن برات میگن کلندون یاره، از این برات دو دست گرفته، من اینطوری با پیشونی خوردم رو تشک، گردنم به طور بدی آسیب دید. البته اشتباهی اون بوده، برای اینکه من کشتیگیر نبودم نباید این فن به من میزد، ولی خب اونم قصد غلطی نداشت. پیش اومد و مدت یک ماه اینا گردنم ناراحت بود. تا میگفت من میگفتم نه مهدی جان من کشتی نیستم دیگه حالش. خلاصه یواش یواش دوباره اومد و ما اومدیم تو کارو کشتی مشغول شدیم. بالاخره علاقه من شدیم تا اونجایی که قهرمان دنیا. من یه عادتی دارم حقیقت به شما بگم، در کلیه کارهایی که از من برمیاد، من نمیگم کارهایی که بر نمیاد از من، سعی میکنم بهترین کاری رو که میتونم انجام بدم. توصیه من به همه شاگردام همین بوده، در مورد رفتار اجتماعی هم فکر من همیشه همین بوده، اگر آدم میتونه خوبی بکنه، اگه نکرد بدی به کسی نکنه. شما البته در عرصه‌های دیگه هم اون سنت خانوادگیتون رو حفظ کردین و اون به اصطلاح تعلیم و تربیته. بله. که شما علاوه بر کشتی خیلی در تحصیلات هم بسیار موفق بودین، تا درجه دکترای تربیت معلم رفتین. بله. یعنی تو اون زمینه وقتی که سبک سنگین میکنین، فکر میکنین که کدومشو بیشتر براتون لذت بخش بوده، درس دادن، تدریس یا کشتی؟ برای من درس دادن رو، من معلمی رو بیش از هر کاری توی عمرم دوست داشتم، البته هنوزم دوست دارم، البته منو دعوت کردن به کار. اما سعدی یه چیزی داره میگه که زبان بریده به کنجی نشسته سمون بک، بس کسی که زبانش بباشد اندر حک. آدم اگه میخواد بره یه جا کار کنه باید بتونه، نه من نمیگم که بره حرفای بی ربط بزنه، بتونه اون چیزی که لازم هست رو صحبت کنه و نتیجه بگیره از کارش. روی این حساب من نرفتم دیگه تو کار ورزش. شما بعد از این سال 57 بود که به هر حال موضوع ممنوع الخروج بودن شما حل شد، پاسپورت بهتون دادن و شما خارج شدید. چرا خارج شدید از ایران؟ چرا نموندین در ایران؟ و شما حالا زمان عوض شده بود، ممکن بود که این بار در مورد شما یک طور دیگه برخورد بکنن و بعضتون قدر شما رو بدونن به اون شکلی که میبایست. من اشتیاق زیاد داشتم به تحصیل کردن و فوق لیسانس هم در ایران گرفتم، تعلیم تربیت کودکان شاگرد اول شدم، اونجا هم معدل 20 A پلاس بوده معدلم، و بیشتر اشتیاق داشتم بیام. چون ما در دانشگاه کار میکردیم، آدم باید سعی کنه، گفتم این تئوری من بوده، آدم یا باید یک کاری رو شروع نکنه یا بهترین کاری که از آن برمیاد انجام بده. اگر آدم میخواد بره تو کار تعلیم و تربیت معلمی بکنه، باید اون مدارج عالی معلمی رو بگذارنه، اگر نه یه جای کارش همیشه لنگ خواهد بود. اینه که من سعی کردم ضمن این که کار تدریسم انجام میدم، یواش یواش زبان خوندم. من ایران آمریکا میرفتم 19 ترم اونجا زبان خوندم. من قبل از اینکه انجمن ایران آمریکا بله، بله. باور کنید اون وقت پیپر بهتر می نوشتم از الان که 32 سال اینجا. خیلی خوب، یعنی زبانم خوب بود که من اومدم. شما برای ادامه تحصیل رفتین خارج، ولی چرا بر نگشتین ایران؟ بر نگشتم الان بسیار ساده است. بله، من عرض که تزم وسطای تزم بودم، دیدم که یه نامه اومده، حکومت عوض شده بوده. حالا من نمیدونم کدوم آدم بی‌انصافی دست گذاشت توی همه مردم روی اسم ما. دیدم یه نامه اومده که شما برگردین در اسرع وقت. من نگاه کردم وسط تزم هستم، من همه زحمت کشیدم عمری. من یه نامه برای اینا نوشتم، نامش هم تا یک چند سال پیش داشتم. خیلی محترمانه گفتم که خواهشمند است
رئیس دانشگاه که به من اجازه بدیم من درسم رو تموم کنم که بتونم خدمتگزار بهتری باشم. به این امید که این میره نامه و اونا موافقت میکنن. چون من واقعا الان به شما بگم، من حقیقت از صمیم قلبم میگم، من خارج رو هرگز دوست نداشتم. من ایران رو از همه جا بیشتر دوست دارم. این هیچ تعارف اینا نیست. من اینجا هستم، زندگیم خیلی راحته، ولی دائم سرفه میکنم، میرم تو هوای کثیف تهران سرفه‌ام قطع میشه. من دوست دارم اونجا رو، حالا به هر دلیلی نمیدونم، شاید تعصباتی هست که هست. بعد دو ماه نامه اومده که دیدم من اخراج کردن از دانشگاه. وقتی من اخراج کردن، من یه نگاهی کردم دیگه آدم چیکار میتونه بکنه؟ من درها به روی من همه بسته شد. برمیگشتم، من نمیدونستم اوضاع چجوریه. البته من سابقه چیزی نداشتم که بخواهیم از من کسی ایراد بگیره، ولی همون باز من حرفای سعدی آدم میاد، میگه روباه رو دیدم فرار میکنه، گفتم کجا فرار میگیری؟ گفت شیر رو به بیگاری میگیرن. گفت با تو شیر نیستی یه وجه. گفت یکی حسود بگه این شیره، تا من ثابت کنم شیر نیستم منو کشتن. ولی شما شیر بودید واقعا. نه، به هر حال آدم تا بیاد ثابت کنه که من کار خلافی نکردم، مشکلات زیادی برای آدم پیش میاد. اینه که من راستش بخوای با یه چیزی چیزهای دیگه که گفتنش من فکر نمی کنم لازم باشه، اطلاف وقت هست برای حال. ولی شما آقای مبید در امریکا هم ظاهرا به شما مراجعه شده برای مربیگری در تیم امریکا، چرا قبول نکردید؟ بله، من آقای بابی داگلاس بوده ارشد که، و یکی دیگه هم گیبل بوده، هر دوشون سرمربی تیم امریکا بودن مدتی، هر دوشون اومدن اینجا پیش من. من اون وقت پمپ بنزین داشتم در هرندون ویرجینیا. اومدن پیش من، با هم نشستیم، داره دعوت کردن من برم با اینا همکاری بکنم، از نزدیک به صلاح تیم امریکا رو را بندازیم. من راستش بخوای خیلی دوست داشتم ایران برم کار کنم، اما دوست نداشتم چیزایی که بلدم، شاید این نمیدونم برای بعضی خوشایند نباشه، چیزی به کسی یاد بدم که برای ایرانی‌ها رو بزنه زمین. من اینطوری بودم، یعنی عرق ملی توی وسط گل کرد و ترجیح دادم که اونا رو پیش خودم نگه دارم. بعد از طرف دیگه آقای مبدین رشته ورزش مورد علاقه بود که به هر حال شما صاحب نامترین این درش، امکانی برای شما بود که باز برگردین به اون رشته؟ بله عرض کردم، منتها چیزی که بود من دلم نمیخواست اینجا چیزایی که بلدم، گفتم آرزوی من این بود که کشتی رو گذاشتم کنار، برم به عنوان مربی تیم ایران همراه جوانا کار کنم و به اینا. البته خواهش میکنم که همراه بر خودستایی نشه، یه وقتی که شنونده فکر کنن ما داریم از خودمون تعریف میکنیم، نه، من چیزهایی در کشتی بلد بودم که قبل از خودم ندیدم، بعد از خودم هم ندیدم. البته عنوان نابغه کشتی به شما دادن بیشتر به همین دلیل. یه چیزایی که با فشار خیلی کم شما میتونی نتیجه خوب بگیری، در اثر فکر رو به هر حال چیز، من اینا رو یاد گرفته بودم. آقای موحد، شما ایران در مجموع در تمام طی تاریخ المپیک مثل اینکه 11 مدال طلا گرفته در مجموع ظاهراً. طلا 11 تا نگرفت، مجموع شاید مدال‌هایی که در گرفتن 11 تا. نه در کشتی، در همه ورزش‌ها. من من میدونم که محمد نصیری مدال طلا گرفته یک بار، یک بار نقره گرفته، یک بار. حال به هر حال در وزن برداری و غیره همه اینها در مجموع. شما فکر می‌کنین که این در حد انتظاری که از ایران می‌رفت بوده، یا اینکه فکر می‌کنین ایران انتظار بیشتری ازش می‌رفته که مدال بگیره تو این زمینه؟ گفتم، یعنی وضع ورزش رو می‌خوام از زبان شما بشنوم که چه جوری بوده تا این سال. گفتم اول، من اگه یادتون باشه اشاره کردم که ما ورزش دیم بوده، یعنی هنوزم همینجور دیم می‌بینم. به نظر من هنوزم هست، هر چند سبایی یکی پیدا میشه، می‌بینیم می‌درخشه، یه مدالی دو تا مدالی می‌گیره، این میره دیگه، نفر بعدی پیدا نیست که اون مدالا رو تکرار کنه. مثلا تو وزن من یادمه که بعد از 12 سال مدال نگرفته ایش که تو این وزن از ایران. خب این دلیلش این است که من فکر میکنم دلیلش این است که برای مثلا این کار زحمت اساسی و مثلا علمی انجام نشده. همینطوری بعضی ها یهو یک پیدا میشه، استعداد ذاتی داره، اشتیاقش نسبت به ورزش زیاده،
اون موجب میشه که اون بیاد بالا و خیلی راحت. یعنی افراد هستن که بله، با کوشش کار خودشون میرن جلو و تا یک سازماندهی علمی درست. بله، در کار ورزش دیم یعنی اون خود ورزشگاه. بسیار خیلی متشکرم آقای عبدالله موحد از شرکتتون در برنامه به بار دیگر. ممنون از شما. تشکر از شرکتتون.